بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و خسته نباشید خدمت شما شاگردان عزیز، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. مریم محمدی هستم با یک دیگری از درسای فیزیک صنف 11 هم در خدمت شما. امروز عنوانی به نام تعادل کتله نقطوی، تعادل عکس العمل یک جسم در برابر تأثیر یک قوه و قوه متقابل با همدیگه یک جای میخوانیم. خب عنوان اولی که ما میخوانیم تعادل کتله نقطوی. تعادل کتله نقطه‌ای چی است به نظر شما؟ از عنوانش معلوم، تعادل یعنی وقتی که یک جسم در حالت تعادل قرار داشته باشه یا در حالت سکون قرار داشته باشه. کتله یک جسم شما در ساینس هم خوانده بودین که یعنی چی؟ آفرین، مواد سازنده یک جسم یا از اون موادی که اون جسم ساخته شده. کتله یک جسم است. و نقطه‌ای یعنی چی؟ کتله نقطه‌ای یعنی تمام وزن جسم در یک نقطه باشه یا تمام کتله جسم در یک نقطه باشد. مفهوم کتله نقطه‌ای رو ببینین، بر شما تعریفش هم نوشته کردیم. عبارت از کتله یک جسم ایدئالی است که گویا تمام موادی که در ساختمان آن جسم به کار رفته است در یک نقطه متمرکز شده باشد. اما تو یک چیز به نظرتان امکان داره؟ نداره. اتمن گفتین که مثلا این توب است، کتله توب یعنی موادی که توب از او ساخته شده. اینا کتله نقطه‌ای یعنی چی؟ یعنی تمام کتله جسم در یک نقطه ای توب که عبارت از مرکزش باشه جمع شده باشه. و این شما قبول نمیکنین، به مخاطر گفتیم چی است؟ ایدئال است، خیالی است. برای حل سوالات ما و محاسبات ما یک کتله نقطه‌ای را یک کتله خیالی در نظر میگیم، یعنی تمام وزن جسم در یک نقطه متمرکز شده. یا اگه بگویم کتاب فیزیکتان است، کتاب فیزیک صنف 11 تان، اگه بگویم کل کتله جسم در نقطه وسطش متمرکز شده، شما به صورت واقعی قبول نمیکنین. ولی برای حل سوالات ما کتله نقطه‌ای را میگیم تمام وزنش در یک نقطه متمرکز است، یک کتله خیالی در نظر میگیریم. درست است؟ مثل خطکشی که اینجا داریم، وزن جسم یا کتله جسم با تمام قسمت های خطکش است، ولی به اونم نقطه ای که مثلا روی دست ما در حالت تعادل میایه، ای تو اگه بگیرم در حالت تعادل قرار بگیره، در اونم نقطه ای که در حالت تعادل خود حفظ میکنه، اونم رو میگم که دینمیج چی است؟ کتله نقطه، یعنی تمام وزنش دینمیج جمع شده. یک تصور است و یک شکل خیالی را داره. مثلا اینی جا گفتیم ما برای حل سوالاتی که حرکت سیارات به دور آفتاب بخوایم پیدا کنیم یا حرکت زمین به دور آفتاب بخوایم پیدا کنیم، کتله زمین کتله نقطه‌ای در نظر میگیریم. در صورتی که کتله زمین خود مرکز زمین نیست، به کل قسمت هاست، ولی برای حل ای که محاسبات ما را آسان کنه و حرکت زمین ما بریم پیدا کنیم، پس چی میگیریم؟ کتلهش کتله نقطوی در نظر میگیریم برای محاسبات ما. و همچنان کتله توب تنس گفته، بر پرتابی که ما مسیر توب وقتی پرتاب میکنیم در بازی تنس، وقتی که مسیرش ما بخوایم چی کنیم؟ راه یا مسیرش پیدا کنیم، این کتلهش کتله نقطوی در نظر میگیریم که کار ما را راحت بسازه. و یا ای که در مورد مدل هیدروژن، اگه اینجا ما برتان رسم کنم، فرض مثال اینی قسمت اگه مرکز شده نظر بگیرین، در اینی قسمت در مرکز یا اتم چی است؟ این قسمت پروتون هایش است و الکترون ها قسمی که شما در کیمیا خواندین در مدار هایش دوران میکنه. درست است؟ ما این تو کلان در نظر نمیگیریم برای که سوالات ما رو حل کنیم، تنها میگیم که کل کتله در اینی قسمت جمع شده، ام یا کتله، کل کتله رو میگم در قسمت وسط یا در اینم قسمتی که چارج مثبت دارد یا قسمت هستیش جمع آوری شده. پس اینی قسمت رو میگم که کل کتله در کجا قرار دارد؟ در هسته، در اتم هیدروژن. بس صورتی که کل وزن در وسط نیست، ولی ما در نظر میگیریم همیشه در قسمت وسط. عنوان بعدی ما تعادل عمل و عکس العمل یک جسم در برابر یک قوه است. شما قسمی که میفهمین هر عمل یک عکس العمل داره، مساوی به خودش و مخالف الجهت به خودش. درست است؟ مثلا اگه این قسمت ما بر شما نشان بتم، عمل و عکس العمل یک وزنه را در این فنر، مثلا ما اینجا یک وزنه را آویزان کردیم به این فنر، این وزن اینمی کتله به سمت پایین است، ولی عکس العملش به سمت بالا، ببین فنر کشانده شده.
یعنی میگه عمل عکس العمل، چقدری که این وزنه بالای قوه وارد میکنه همه قدر چی؟ اینه می فنر بالای وزنه هم قوه وارد میکنه. این حالا مثلا اگر من این وزنه خدا زیادتر کنم، فنر بیشتر کشانده میشه. میره بند کنم به این قسمت. خب این حالا دیدین که طول فنر زیاد شد. تعادل عمل و عکس العمل یعنی چی؟ در حالت تعادل است. عمل اینی دو تا وزنه های ماست و عکس العمل اینی می کشش فنر به سمت بالاست که وزنه ها را به سمت بالا کش کرده و سبب تعادل در جسم شده. خب و دیگه چی میتونیم داشته باشیم؟ مثلا شما این تجربه رو در خانه زیاد از این کار انجام دادین. توپ میگیریم، یک قوه عمل است که ما وارد میکنم بالای توپ و میز دوباره قوه بالای توپ وارد میکنه. یکی عمل دیگه عکس العمل. ببین مثلا من این قوه رو وارد کردم، توپ پس به سمت بالا آمد. چرا؟ چرا که عکس العمل میز بازم یک قوه بالای توپ وارد کرد. ببین توپ به سمت بالا میه. درست است؟ این میشه عمل و عکس العمل. یا ای که با دست خود سر میز میزنین یک بار آیسته و دفعه دیگه محکمتر. اویی که آیسته زدی یعنی کمتر دستت اوگار میشه و اگر چقدر محکمتر زده بودی دستت بیشتر اوگار میشه. چرا که هم خودت اون موقع قوهی که وارد کردی اون موقع قوه میزم بالای خودت وارد کرد، مساوی و مخالف الجهت. امیره اگر روی تخته برتان رسم کنم قوه عمل و عکس العمل چیست؟ همیشه مساوی و مخالف الجهت است. مثلا اگه ای باشه ده نیوتن، ای طرف هم از چی؟ منفی ده نیوتن. منفی به خاطر گرفتم که جهتایش مخالف است. درست است؟ مساوی و مخالف الجهت است. خب در مورد عمل و عکس العمل و تعادل عمل و عکس العمل شما معلومات به دست آوردین. مثلا گروپی که بچه سقف خانه تا ناویزان است در حالت تعادل است با وجود که یک وزن داره. چرا در حالت تعادل است؟ چرا که این میکشش تار به سمت سقف خانه تان که است با وزن جسم در حالت مساوی و مخالف الجهت قرار داره. خب یک عنوان کوچک دیگه ای که داریم قوه متقابل است. شما وقتی عمل و عکس العمل بفهمین عین چیز قوه متقابل است. ببین قوه ای که تاثیر قوه اثر کننده را بر جسم خونسا سازد و سبب تعادل در جسم شود میگیم که چی است؟ قوه متقابل است. این می فنر است که یک وزنه را این آلت عادیش است. بعد از اینکه یک وزنه را به این فنر بند میکنم چی میشه؟ این فنر کشانده میشه به سمت پایین. وقتی به سمت پایین کشانده شد پس میگیم که چی از قوه متقابل. اینی خو یکی قوه است و قوه متقابلش هم قوه فنر است که او را کش کده به سمت بالا. امیر قمی که اینی فنر ما برتون روی شکل هم نشان دادیم. خب این حالا یک مفهوم کوچک دیگه ای که شما داریم مفهوم قوه در حالت تعادل است. چی است؟ اگر قوه عامل و قوه متقابل یعنی قوه ای که همین وزن بالای فنر انجام داد و فنر بالای وزن انجام داد هر دویش یعنی عمل و عکس العمل هم میگوید دارای مقدارهای مساوی و سمتهای مختلف باشد، هر دو قوه میتوان سبب تغییر شکل جسم شود ولی حالت حرکت جسم را تغییر دادن نمیتواند و جسم در حالت تعادل است. اینا همیش مفهوم های مشابه به یک دیگه است که به شکل عناوین کوتاه در کتابتان آمده. ببین گفته که اگه اینا مساوی مخالف الجهت باشه در شکلش تغییر میه. دیدین که در شکل فنر تغییر اردور کش کرد، طولش زیاد کرد ولی بازم در حالت تعادل میه. اینی وزن است و اینی هم قوه عمل، این هم قوه عکس العمل. اگه مساوی باشد در شکل تغییر میه، اینه در شکلش تغییر آمد، طولش زیاد شد ولی بازم در حالت تعادل قرار گرفت. خب شاگرده خب امروز چی را خواندیم؟ تعادل کتله نقطوی را خواندیم، تعادل عمل و عکس العمل را خواندیم و قوه های متقابل را خواندیم. برای هر کدام از این یک مثال شما در خانه پیدا میکنیم. وسایلی که چهار طرف تان است زیاد است و میتونین یک قوه عمل و عکس العمل را دهش نشان بتین، مثلا توبه بندازین. غیر از این دیگه کدام عمل و عکس العمل شما در خانه انجام دادین میتونین به این یک مثال زنده خودتان اضافه کنین. در تعادل کتله نقطوی همین رقمی که من خط کش روی دستم گرفتم شما
یک وسیله دیگر در خانه پیدا کنین، روی دستتان بگیرین و تمام کتلیش دونمون نقطه جمع شده باشه و همه امروز کارخانگیتون به شکل عملی است. یک دونه مثال بر هر عنوان به شکل عملی انجام میتین تا بیشتر بفهمین. خب شاگرده خوب، درس ما در همین قسمت به پایان میرسد. تا جلسه بعدی، خداحافظ و ناصرتان.